سه داستان عجیب و باور نکردنی. گاهی اوقات واقعیت هولناکتر و عجیبتر از افسانه و تخیل است. در ادامه سه داستان کاملا واقعی را میشنوید و میبینید که تخیل و افسانه‌ای به نظر میرسند. داستان اول ضربه مغزی جورج، داستان دوم ورود سیاه پوست ها ممنا، داستان سوم دود. شما رو به شنیدن این داستان های واقعی دعوت میکنم که در ادامه ویدیو رو تعقیب کنید و همچنان لایک کنید و نظر دهید. داستان اول ضربه مغزی جورج. در جنوری سال 2015 مرد 27 ساله به نام جورج که در تگزاس زندگی میکرد دچار ضربه مغزی شدیدی شد و او بلافاصله به شفاخانه منتقل شد و تحت مراقبت های ویژه قرار گرفت و دستگاه های تنفس مصنوعی را به او وصل کردند. پس از مدت کوتاهی دکتران تصمیم گرفتند که خبر بدی به خانواده جورج بدهند. معلوم شد که جورج دچار مرگ مغزی شده است و تا آن زمان جورج فقط به کمک دستگاه‌های تنفسی زنده مانده بود. دوران به خانواده جورج گفتند که برای همیشه او را از دست دادند. پدر جورج که با شنیدن این حرف ها به طرز جنون آمیز عصبانی شده بود به سوی دکتران دوید و با صدای خشمگین فریاد زد و از دکتران خواست که کمی صبر کنند. طبیعتاً هیچ علامت حیاتی در او دیدن نشد. پس از مدتی دکتران وارد اتاق شدند و شروع به قطع دستگاه‌های حمایتی کردند. اینجا بود که پدر جورج کاملاً از خود بی خود شد و از داخل موتر سلاح خود را برداشت و وارد شفاخانه شد. او سلاح را به دکتران نشانه گرفت و دستور داد همه اتاق پسرش را ترک کنند. پدر جورج دروازه اتاق را قفل کرد و به سمت پسرش رفت و بالای سر او ایستاد و برای ساعت‌ها دروازه اتاق را نشانه گرفت که مبادا کسی وارد اتاق شود. پس از ساعت‌ها مسئولین شفاخانه تصمیم گرفتند نیروهای پلیس را خبر کنند. نیروهای پلیس به دروازه اتاق ضربه می‌زدند و درست زمانی که در اتاق شکست و پلیس ها وارد اتاق شدند، پدر جورج برای بار آخر دست پسرش را گرفت و این بار جورج دست پدرش را فشرد. پدر جورج که بسیار خوشحال شده بود فوراً تسلیم پلیس شد و سلاح خود را به زمین انداخت. در حالی که پلیس مشغول دستبند زدن او بود، سرم به زندگی برگشته است و از دکتران خواست که وضعیت حیاتی او را بررسی کند. دکتران دیدند که گویا جورج به هوش آمده و چشمان خود را باز کرده است. پس از مدتی جورج کاملا بهبود یافت و به او گفتند اگر پدرت نبود و چند ساعت برایت زمان نمی خرید زنده نمی مونده. پس از مدتی پدر جورج به جرم حمله با سلاح گرم و 10 ماه زندانی محکوم شد. داستان دوم، ورود سیاه پوست ها ممنوع. در سال 1959 رونالد مکنر، سر 10 ساله آمریکایی آفریقایی تبار و از هوش و استعداد بسیار بالایی برخوردار بود، در کرولینا زندگی میکرد. او در سن 9 سالگی تصمیم گرفت که روزی یک فضانورد شود. اما او نمیدانست که چگونه باید یک فضانورد شود. بنابراین رونالد تصمیم گرفت برای شروع به کتابخانه رفته و کتابهای ناسا را مطالعه کند. اما نقشه‌ای که در سر داشت با مشکل مواجه بود. این کتابخانه فقط برای سفید پوستان کتاب قرض می‌داد. اما متأسفانه وقتی وارد کتابخانه شد، همه افراد که آنجا بودند به او خیره شدند و با تعجب به او نگاه کردند. رونالد می‌توانست سنگینی نگاه آنها را حس کند، اما تصمیم گرفت سرش را پایین بیاندازد و به راه خود ادامه دهد. او به قسمت علمی کتابخانه رفت و کتابهای دلخواهش را برداشته و به آرامی به سوی متصدی کتابخانه حرکت کرد. متصدی یک خانم سفید پوست بود. رونالد کتابها را روی میز قرار داد و
و بسیار مؤدبانه از او خواهش کرد تا در صورت امکان به او اجازه دهد آن کتاب‌ها را با خود به خانه ببرد. زن سفید پوست متصدی با چهره برافروخته به رونالد نگاه کرد و با صدای بلند به او گفت بهتر است اینجا را ترک کنی تا به پلیس زنگ نزنم. مشکلی نیست، پس به پلیس زنگ بزن و من منتظر میمانم. پلیس بعد از دقایق از راه رسید و متصدی کتابخانه به سوی آنها دوید و با آنها صحبت میکند. رونالد میبیند که کتابدار در حال شکایت از اوست و با دستان خود به رونالد اشاره میکند و از پلیس ها میخواهد تا او را از کتابخانه بیرون کنند. اما پلیس ها از حرف های کتاب را آزرده خاطر شد و به او میگوید چرا اجازه نمیدهیم که این کودک کتاب ها را با خود ببرد. در همین حال مادر رونالد هم از راه رسید و نزد رونالد رفت. پلیس ها که از دست زن سفید پوست خسته شده بودند و او گفتند که موظف است کتاب ها را به رونالد بدهد و سپس کتابخانه را ترک کردند. کتابدار که هنوز بسیار عصبانی بود و به سمت مادر رونالد رفته و فریاد زد نباید به پسرت اجازه بدهی که به اینجا بیاید. مادر رونالد که از هیچ چیز خبر نداشت نگاهی به رونالد کرد و سپس متوجه کتابهایی شد که روی میز بودند و با توجه به علاقه رونالد به فضا و نجوم فوراً فهمید که او این کتابها را برداشته است. مادر رونالد به کتابدار گفت حالا که ما اینجا هستیم اگر ممکن است کتاب ها رو به ما بدهید و ما قول میدهیم و بهترین شکل از کتاب را قبط کنیم. کتابدار هنوز عصبانی بود اما میدونست که نمیتواند کاری بکند. بنابراین با بیمیلی و با چهره عبوس کتاب ها رو برداشته و آنها رو به سینه رونالد کوبید. رونالد که از داشتن کتاب های ناسا در کس خود نمیگنجید نگاهی به متصدی کرد و از او تشکر کرد و سپس او و مادرش کتابخانه را ترک کردند. رونالد موفق شد دکترای رشته فیزیک را از دانشگاه MIT کسب کند. این دانشگاه یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا است. پس از فارغ التحصیل رونالد وارد ناسا می شود تا بر رویای کودکی خویش برای فضانورد شدن تحقق ببخشد. در سال 1948 رونالد به فضا سفر می کند. او دومین فرد آمریکایی آفریقایی دبار است که موفق می شود به فضا سفر کند. در سال 1986 ناسا برای بار دوم رونالد را برای سفر به فضا انتخاب کرد. متاسفانه در این مأموریت حادثه غم‌انگیز رخ داد و تنها 73 ثانیه از صعود می گذشت که شاتل منفجر شد و رونالد و تمام سرنشینان کشته می شوند. پس از این حادثه تلخ کتابخانه‌ای که در دوران کودکی به خاطر رنگ پوست رونالد مانع ورودی او شده بود نامش را به مرکز بیوگرافی رونالد مکنر تغییر داد. داستان شماره 3 دود. در دسامبر سال 1941 با حملات ناگهانی ژاپن به بندر پرل واقع در هاوایی ایالات متحده آمریکا رسما وارد جنگ جهانی دوم شد. حدود 6 ماه بعد هنری اوروین جوان 21 ساله اهل آلاباما به نیروهای ارتش ملحق شد. پس از گذراندن 2 سال از دوره‌های تمرینی و آموزشی در ارتش هنری موفق شد به عنوان اپراتور در بمب افکن‌های B-29 فعالیت کند. بنابراین در فوریه 1945 هنری به همراه گروه تخصص بمب افکن B-29 به یک مأموریت اعزام شدند تا ژاپنی ها را مورد حمله قرار دهند و زمانی که تمام هواپیماها توانست در موقعیت مناسب قرار بگیرند عملیات بمباران آغاز می شود. هنری در بخش جلویی هواپیما برای شلیک بمب های دودزا کاملا آماده شده بود و هنگامی که خلبان به او دستور داد تا بمب های دودزا را آزاد کند هنری احرام مخصوص را کشید که این احرام در پایین خود دریچه را زیر بمب های دودزا باز می کند و در نتیجه بمب ها بیرون می رزند. به محض کشیدن احرام و باز شدن دریچه درست مثل نارنجک های دستی هر یک از بمب ها فعال شده و در زمان مشخص پیش از آن که به زمین برخورد کنند منفجر می شوند و ابر زخیمی از دود تولید می کنند.
ناگهان یکی از بمب‌ها به لبه دریچه برخورد کرد و با سرعت به داخل هواپیما برگشت. سپس بمب شعله‌ور شد و هنری در جا چشمان خود را از دست داد. دود بسیار غلیظی که کابین هواپیما را پر کرد و طور کامل جلوی دید خلبان را گرفت، بنابراین سرنوشت هواپیما چیزی جز نابودی نبود. در این حال هنری به جای آن که صورت خود را از آتش نجات دهد، سعی کرد با دستان خود به دنبال بمی بگردد که همچنان مثل تکه‌ای از آتش در حال سوختن و تولید دود است. اما هنری بالاخره بم را پیدا کرد و با دستان خود بم را به سینه خود فشار داد تا شاید بتواند جلوی تولید دود را گرفته و آن را خفه کند. اینجا بود که تمام لباس های هنری آتش گرفت و تمام بدنش در حال سوختن بود. هنری در حالی که بم را بغل کرده بود و دودی ناشی از شعله های آتش را تحمل می کرد، سعی کرد در حال نیمه ایستاده و نیمه نشسته خود را به جلوی کابین برساند. زیرا می دانست که پنجره در آن قسمت وجود دارد. وقتی هنری به آن قسمت رسید، توانست پنجره را در بالای سر خود باز کند و بم را با دستان خود بلند کرد و از پنجره بیرون انداخت. سپس هنری در کف هواپیما افتاد. در حالی که شعله های آتش گوشت بدنش را کباب می کردند، کاملا بیهوش شد. چند ثانیه بعد هواپیما از دود خالی شد و خلبان که هواپیما را در حالت پرواز خودکار قرار داده بود متوجه شد که ارتفاع هواپیما به شدت کاهش پیدا کرده است و با سرعت در حال سقوط به اقیانوس است و تنها 100 متر با سطح اقیانوس فاصله دارد. خلبان بلا فاصله هواپیما را به سمت بالا کشیده و به سوی مقر خود بازگشتند. در طی این مسیر تمام اعضای گروه که کاملا جان سالم به در برده بودند مشغول بررسی اوضاع شدند و ناگهان هنری را دیدند که در حال سوختن است و فورا او را با کمک کپسول دفاعی حریق خاموش کردند و انتظار داشتند که حتما هنری مرده باشد. زمانی که به مقر خود رسیدند، گوشت بدن هنری از شدت سوختگی به لباسها و بدنه کابینه چسبیده بود. دکتران نمی توانست که او را از کف هواپیما جدا کنند. بنابراین بخشی از بدنه هواپیما را بریدند تا بتوانند هنری را از هواپیما خارج کنند. بنابراین دکتران تصمیم گرفتند تمام تلاش خود را برای نجات او انجام دهند. دکتران به ها عمل جراحی روی هنری انجام دادند. تمام اعضای گروه بی بی سینو نزد فرمانده خود رفتند و از او خواستند که مدال افتخار را به هنری تقدیم کند. فرمانده پس از شنیدن و از خود گذشتگی ها و شجاعت هنری فوراً این درخواست را پذیرفت و سپس از سران ارتش آمریکا تقاضا کرد مدال افتخار را برای هنری بفرستند. از طرف تنها مدال افتخاری در این جزیره وجود داشت در یک موزه نگهداری می شد. همکاران هنری جان خود را مدیون او می دیدند و موزه رفتند و شیشه مدال افتخار در آن نگهداری می شد را شکسته و مدال را برداشتند و به نزد هنری آورده و به گردن او آویختند. پس از این اتفاق هنری باز هم زنده ماند و پس از سه عمل جراحی هنری بینایی خود را در یکی از چشمانش به دست آورد و همچنین توانست کم کم بدن خود را به حرکت در بیاورد. هنری ازدواج کرد و صاحب 4 فرزند شد. هنری نهایتا در سال 2002 در سن 80 سالگی به خاطر کهولت سن فوت کرد. دیدگاه‌هایتان را درباره این داستان در بخش کامنت بنویسید. از همراهی شما سپاسگزارم. شاد و سلامت.